پس از ساختن جسم اولین انسان از خاک و دمیدن روی حیات در آن، خدا باغ را در عدن بنا کرد، جای در شرق میانه. از میان باغ دریچه شفاف و زلال جریان داشت و خداوند انواع درختان زیبا را در آن باغ رویانید تا میوه های خوش طعم دهند. و در وسط باغ درخت حیات و همچنان درخت شناخت نیک و بد را قرار داد. خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن نگهداری نماید. خداوند از آدم نپرسید که آیا میخواد در باغ عدن زندگی کند. خدا خالق و صاحب آدم بود. او میدانست که چی چیز برای آدم بهتر است. باغی که خانه آدم بود سرشار از لذت‌های تمام ناشدنی بود. چیزهای برای دیدن، شنیدن، بویدن، خوردن و لمس کردن، نرهای درخشان، پرندگان خوشخوان، گلهای معطر، موجودات خزدار، میوه‌های آبدار، سبزیجات، توت‌های شیرین، جنگل‌های اسرارآمیز، سنگ‌های پررنگ، حشره‌های شگفت‌انگیز و خیلی چیزهای دیگر که در انتظار کشف شدن بودند. اما انسان برای چیز بیشتر از خوردن و کشف کردن خلق شده بود. خدا آدم را خلق کرد تا سرور نسل انسان باشد. خدا می‌خواست که آدم و خانواده او تا ابد با او حکمروی کنند. اما تنها کسانی که با وظایف کوچک قابل اعتماد هستند می توانند وظایف بزرگ را انجام دهند. سپس خدا اولین کار را با آدم سپرد، نگهداری از باغ. این باغ مکان عالی بود. هیچ خار یا حلف یا شره بد در آن وجود نداشت. اقلیم خوب و خاک حاصل خیز بود. هنوز باران نباریده بود. در عوض غبار از زمین بیرون می آمد و خاک را آبیاری می کرد. خدا کار دیگر نیز با آدم سپرد، نامگذاری حیوانات. خداوند موجودات را نزد او آورد تا ببیند که او آنها را چی می نامد. صحنه ای را تصور کنید، یک جفت از حیوان با موهای بلند و با پاهای قدرتمند برای دویدن. آدم آنها را ملاحظه و نوازش کرد و آنها را حسب ها نامید. با دعوت آفریدگار، پرنده بزرگ با منقار کج مانند و بالهای پل فرود میاد. آدم آنها را عقاب مینامد. سپس جانور با پوست نارنجی و خطهای سیاه. فکر میکنید آدم آن را چی مینامد؟ پس آدم تمام چارپایان و پرندگان آسمان و حیوانات صحرا را نامگذاری کرد. عدن جای مناسب برای آدم بود تا آفریدگار خود را بشناسد. اکنون وقت آن بود که آدم آزموده شود.